سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید روزنامه حکومتی چهارشنبه نهم مرداد مهمترین تیترهای خودشون رو به حکم قصاص نجفی وزیر قاتل اختصاص دادن بنبست رژیم تو ماجرای راهزنی و کشتی روبایی و همینطور برجام و مذاکره توی روزنامه هر دوتا باند دیده میشه بخشی از بحرانهای اقتصاد اجتماعی هم از جمله موضوعات مشترک توی روزنامه های چهارشنبه است نگاهمون به روزنامه رژیم از سوز و نسبت به مقامت ایران شروع میکنیم جمهوری اسلامی آمریکا و متحدانش هنوز هم برای حمایت از مجاهدین وسوسه می شوند و با آنها عکس یادگاری می گیرند. جوان به احتمال قریب به یقین نقشه ورود بنیسد و رجوی به داخل پایگاه و نقشه پرواز و جزیات آن تا مقصد فرانسه کار سرهنگ معزی و همدستان او بود و طیف عظیمی از مجاهدین خلق و عوامل نظامی نیروی هوایی در این عملیات فوقالعاده پیچیده و گسترده همکاری کردند برای انجام چنین نقشه پیچیده و گسترده ای باید عوامل متعددی از دژبانی و حراست ورودی پایگاه تا کادر فنی پرواز و غیره همکاری میکردند کیهان ساهدی بعد از یک سال زندگی مخفیانه به پاریس گریخت وی در پاریس ضمن قرار گرفتن در کنار مجاهدین گاهنامه الفبا را راهاندازی بود. نمود او به دلیل پیوندی که با مجاهدین داشت برای نشریه شورا که متعلق به سازمان بود مقاله می نوشت بعد از مرگ سایدی مجاهدین به تعریف و تمجید از او پرداختند و اعضای شورای مجاهدین و مسعود مریم رجوی بر سر گور او مزار او در پاریس حاضر شدند توی روزنامه های باند ولی فقیه حمله به باند رقیب در مورد برجام، FTF و مذاکره با آمریکا و اروپا مهمترین موضوعات رو به خودش اختصاص داده کیهان <applause> <applause> محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام تبعات پذیرش و اجرای FATF ضربه به معیشت مردم و تهدید امنیت ملی بازم کیهان می نویسه آیا وزیر امور خارجه می تواند از طرف مجلس این تعهد را بدهد که ایران در صورت لغو تحریم ها زودتر از موعد مقرر پروتکل الحاقی را امضا می نماید در زمانی که ایران سیاست کاهش تعهدات برجامی را در پیش گرفته و آن را اعلام کرده است بیان چنین سخنانی از زبان ظریف یا دیگر دولت مردان می تواند از سوی طرف مقابل به دوگانگی در سطح کلان کشور تفسیر و قابلیت امتیازگیری من را کاهش دهد روزنامه جوانم اینطوری می نویسه. همزمان با تغییر لحن سران کاخ سفید و شرکای اروپایی آنان که با وجود ادامه تحریم ها سخن از باز داشتن درهای دیپلماسی آمادگی سفر به جمهوری اسلامی و مذاکره به میان میآورند آورند متاسفانه برخی چهره سیاسی و رسانه‌ای در داخل نیز با بکارگیری ادبیات سازشکارانه سیگنال های مثبتی را با آنان مخابره می کنند. مذاکره را وقتی هسته ای موشکی و نفوذ منطقه ایمان تعریف می کنند معنای خل سلاح برای واداشتن به تسلیم را میدهد. پیشنهاد مذاکره با آمریکا در وحشت از پیامده تحریمات توی بعضی از روزنامه رژیم به رغم من مذاکره توسط خامنه ای دیده میشه. آرمان از قول فیاض زاهد روحانی با احرام گفتگو فشارها را کاهش دهد همدلی هم نوشته چرا نباید با ترامپ مذاکره کرد با توجه به تمرکز ترامپ به موضوعات اقتصادی و کسب نتایج مقطعی برای نمایش روزانه ترامپ گزینه است که ایران میتواند با آن به اهداف راهبردی خود در خاورمیانه و خلیج فارس برسد چرا ایران نباید سعی کند به ترامپ کارت بازی دهد که از طریق آن هم قربانی روند سیاست جهانی نشود و هم برنده آن باشد خب بپردازیم به وضعیت بنبست رژیم تو ماجرای راهزنی و رو بودن کشتی انگلیسی که توی نوشته های روزنامه هر دو حاکم میشه اونو دید کیهان از قلعه بیگی نجات مبادله پایاپای پای کشتی های انگلیسی و ایرانی غیر ممکن است همدلی از منظر نشان شناسی این تصمیم دولت نوپای بریتانیا را باید در تداوم همگرایی لندن و واشنگتن در پروژه آزار و ایزای تهران دانست چرا که دولت بریتانیا اعلام کرد که اگرچه به دنبال روی روی نظامی با تهران نیست اما لازم و ضروری است که بریتانیا در مقابل ایران قاطع باشد به نظر می رسد که قاطعیت و سختگیری بریتانیا در ماجرای اخیر تلاشی برای پایان دادن به بدعت راهزنی دریایی از سوی تهران است روزنامه ابتکارم می نویسه واشنگتن با در حال تغییر زمین بازی به عرصه است که اروپاییان و به ویژه بریتانیا را به رغم همه وسواس‌هایشان در افزایش تنش با ایران رو در روی این کشور قرار میدهد. تحدید آمیستنی که حاکمیت طبیعی و تاریخی ایران در تنگی هرمز در مرز اقدام های تاکتیکی و ماجراجویانه قرار گرفته است. این تهدید به مراتب فراتر از تحریم است که واشنگتن تاکنون به اجرا گذاشته است. بریم سراغ چند تا تیت در مورد بحران های اقتصاد اجتماعی که توی روزنامه مختلف از هر دو تا بان میشه اونو دید آرمان موج مهاجرت پزشکان سالانه 700 تا 1000 پزشک از ایران میروند آفتابی است نداری مردم و مانور تجمل مسئولان ابتکار دولت در گرداب یارانه ها اخبار سند کسی مخازن آبهای زیرزمینی از آستانه تحمل فراتر رفت صدای اصلاحات، ورود سالانه 61 هزار نفر به جمعیت بیکاران صدای اصلاحات، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دولت مهمترین عامل بیثباتی اقتصاد و فضای کسب و کار است و کیهان هم از قول امام جمعه پلدختر گفته سیل زدگان پلدختر هنوز سرگردان خب دوستان عزیز این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم خیلی ممنون از اینکه با ما همراهی کردیم